خب دوستای عزیز، امروز میخواییم که یک مرور داشته باشیم از 100 روز گذشته که چی حالتها بالای مردم آمد، چی روزها را مردم افغانستان دید و خاطرات گذشته را بر شما دوستا قصه بکنم که چقدر مشکل آید. البته این را من دوستا به نمایندگی از مردم بر شما دوستا خواهد گفتم. امنیت مکمل میدان هوایی را نیروهای امارت اسلامی گرفتن و همچنین نیروهای امریکایی. یا می مردمی که همیت آماده کار نداره، سند نداره، یا هیچ نمید ناقی ما هم جوار میده، همی مردم جوار میده، همی کسی که موتر با مرمی زدن و این موتر معلومش موتر زرهی است. میبینین دوستا بیشترین خساری را که اینجا رساندن به می تیاره های جنگی بودن که فردا نشه از نوع امارت استفاده کنن. مردم در اینجا آمدن تا جسدها را شناسایی بکنن و او قسمت جسدهایی است دوستا که پایشان از دستشان نیست، اگر دستشان از پایشان نیست، قسمت های توته توته از بدن است. خداوند، خداوند شما را به غضب گرفتار کنه. خدا دیگه چیزی نمیگم. و مردم اینقدر مجبور است که وسایل خانه خود آمده بفروشه و قسمی که برادرها هم میگن این مردم که وسایل خود هم میفروشه به خاطر میفروشن یا به طرف ایران میرن یا به طرف پاکستان. حالا مردم دیگه بیکاری روزگاری است، کار و بار نیست دیگه، بکل مردم بیکار هستند دیگه، مردم ایران مونده چی کنه. دوستا در در ورودی پنجشیر آمدیم و اینجا قسمی که میبینین بعض مشکوک میباشن فایل میکنن. این قسمت دوستا عکس های مجاهدینی بود که فعلا همشون از بین بردن و همچنان عکس عمر صاحب و کسای دیگه که در اینجا بود. دروازه سلام و وقت همه شما دوستا بخیر. آرزو دارم همه شما خوب صحت مند سر حال باشه. دوستا باز هم با یک برنامه متفاوت در خدمت شما ایزا هستم. امروز صدمین روز است که طالب ها در کابل هستند، نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان و حالا آنها دولت مردها شدند، حالا آنها حاکمان این سرزمین شدند. خب دوستای عزیز، امروز میخواییم که یک مرور داشته باشیم از 100 روز گذشته که چی حالتها بالای مردم آمد، چی روزها را مردم افغانستان دید و خاطرات گذشته را بر شما دوستا قصه بکنم که چقدر مشکل آید. البته این را من دوستا به نمایندگی از مردم بر شما دوستا خواهد گفتم و همچنان در مورد برنامه هایی که ما قبلا یعنی داشتیم در طول همی 100 روز گذشته در مورد از اون برنامه ها بر شما دوستا بگویم و همچنان در مورد فعالیت و کارهایی که طالب ها کردن و همچنان در مورد کارهای ما که بعض وقتا سوال برانگیز بود و بسیاری انتقادها را البته در قبال داشت. حالا آمدیم دوستا در مورد این موضوعات صحبت بکنم. امروز دوستا تاریخ البته عیسوی 24 نوامبر است که 100 روز میشه که طالب ها در داخل افغانستان هست و 100 روز میشه که حاکمان این سرزمین شدن. حالا میایم دوستا به روزهای اول. روزهای اول وقتی که ما در کابل بودیم و صحبتهایی شنیده میشد از هر طرف، هر کس میامد نظر میداد و میگفت که افغانستان خلاص شد، نظام افغانستان از بین رفت، افغانستان سقوط میکنه. بعضی کسا میگن نخیر، افغانستان سقوط نمیکنه، دولت میمونه، طالب ها میان کار یک جا شروع میشه، دولت جور میشه. و بعضی کسا میگفت که حالا میان طالب ها و امرای افغانستان و امرای حکومت افغانستان دست یکی میکنن یا 50-50% افغانستان دو تقسیم میشه. خب دوستا نظریات و صحبت های زیاد در این موضوع در این مورد بود و همه مردم هم در یک حالت بودن که همه ترسیده، آشفته، وارخطا و ای که آینده چی میشه نامعلوم بود و همه روزه بیانیه های هم نشر میشد از طرف اشرف غنی، حمدالله محب و همچنان وزیر دفاع کشور بسم الله خان محمدی. اونا میگفتن که تا آخرین لحظه خون ما میجنگیم و هرگز افغانستان تسلیم نمیشه و هیچ کس حکومت افغانستان گرفتن نمیتونه. افغانستانی که جمع جوش داشت، کابلی که همیشه روشن بود و همیشه بیروبار خاص خود را داشت، بعد از اینکه اشرف غنی از افغانستان میره و طالب ها به چهار دروازه کابل میرسن، افغانستان او جمع جوش سابق خود را نداشت. همه مردم در فکر فرار بودند و جاده ها و کوچه ها همه جا را طالب ها گرفته بود و موترهایشان بود، نت های را که نشر میکردن یا ترانه های را که نشر میکردن در هر جا شنیده میشد و افغانستان و کابل چهره جدید خود را گرفت. بعد از اینکه دو سال طالب ها به کابل میرسند،
مردمان زیاد، جوانهای زیاد به استقبال از اونا میرن، از اونا تصاویر میگیرن، از اونها برای اونا صحبت میکنن، عکس ها میگیرن و مردم خیلی ها خوشبین بودن با آمدن طالب ها، خیلی هم دوستان نارام بودن و از نظر روحی و فکری هم آرام نبودن که حالا وضعیت چگونه خواهد شد. دوستان ما میدیدیم مثلا زیادتر جوان ها میرفتن سلفی میگرفتن، زیادتر جوان ها عکس میگرفتن، حتی ما زیادتر کسایی را دیدیم خوش آمدید میگفتن و میگفتن بخیر آمدن، مشکلات خود نداشتن، اونا بر طالب ها میگفتن. و جالب گپ چی بود دوستان که تصاویرهای زیاد هم نشر میشد و مردمی که دور از افغانستان بودن اونا تشنه دیدار بودن که حالا چی خواهد شد. زیادتر نظامی ها، زیادتر کسایی که در نظام بودن، زیادتر کسایی که با آمریکایی ها کار کرده بودن، اونا در فکر فرار از وطن بودن. حتی زیادتر کسا رو من دیدم عزیزا که سند ها، کارت ها و همچنان مدارک را که نشان میداد اونا در قبلا در نظام بودن، اونا را آتش زدن، اونا را از بین بردن و فقط یک وحشت خاص را گرفته بود. و از یک طرف طالب ها داد از عفو عمومی میزدن، از یک طرف مردم در فکر فرار بودن. یعنی یک حالت بود دوستا که طالب ها میگفتن ما عفو کردیم، هر کار شد، هر مشکل بود، ما چون مردم های خیلی بزرگ هستیم، دل بزرگ داریم، ما بخشیدیم همه گیره. ولی باز هم مردم اعتماد نداشتن به صحبت ها و گپ های طالب ها، اونا دست به فرار زدن و رفتن به میدان هوایی. خیلی ها افغانستان را زامبیا می دانستن، خیلی ها می گفتن که افغانستان تبدیل به جایی شد که در اونجا زامبیا هست. و شما اگر ویدیوهای یا فیلم های از زامبیا دیده باشین دوستان، وقتی که مثل که بالای یک نفر حمله می کردن به مو شکل جوان ها، فامیل ها، خانم ها، زن ها، من خودم چشم دید دارم دوستان امون روز که من اصلا خودم نفهمیدم اصلا چی گپ است، چون هیچ آگاه نبودم، اصلا نمیفهمیدم که طالب ها داخل کابل شدن. وقتی که دیدم تعداد زیادتر خانم ها، بیک ها در پیش هایشان، طفل ها میدون طرف میدان هوایی، من فکر میکردم اینا کسایی هستند یا پرواز دارن. اصلا نمیدونستم که بسیاری از کسا بدون سند هم رفته بودن. این موضوعی است که باید بگویم، یعنی تعداد زیادتر کسایی که با آمریکایی ها کار نکرده بودن ولی کارمند های میدان هوایی بودن یا ای که در امونجا بودن و وقتی بر از اونها احوال میرسه که یک طیاره مردم را میبرن به آمریکا، اونا که میرن اونا زنگ میزنن و دوستای دیگه و میرقم. تعداد اقدر زیاد بود که فقط از چهار دروازه که میدان هوایی داره یا بیشتر دروازه هایی که داره، از هر طرف مردم حمله میکردن و ما هم دوستا گزارش داشتیم از میدان هوایی و همچنان صحبت های نیروهای امارت اسلامی را داشتیم و همچنان با آمریکایی هایی که اونجا بودن صحبت کردیم و درباره از اینکه آیا اونا را به آمریکا میبرن یا نمیبرن از اونا پرسیدیم. شما ایزا گزارش شما را ببینین کوتا ما برمیگردیم. یاد داشته باشید اولین گزارشی که نشر شد از چینل ما بود، از اولین باری که طالب ها داخل کابل در منطقه کوتی سنگی شهر کابل شده بودند، ما اولین گزارش را از اونا داشتیم. و بعد از اینکه برنامه نشر شد تعداد زیادتر از مردم برنامه های ما را پسندیدند، از ما حمایت کردند،
و تعداد زیادتر هم نظریات منفی داشتن. ولی هدف ما فقط همین بود که کسایی که نگران وضعیت افغانستان هستن، نگران وضعیت کابل هستن، برای از اونا یک ویدیوی نشر بکنیم، از وضعیت کابل برشان بگویم و از فعالیت‌های طالب‌ها برشان بگویم که آیا واقعاً فعالیت دارن یا ندارن. و شما از عزیزا اگر بیاد داشته باشین، ما به حوزه پنجم امنیتی پلیس رفتیم و همراه با آمر حوزه‌ای که در اونجا نیامده بود، در حالی که دوستا ترس هم وجود داشت، ما هم میترسیدیم. ما بعض وقتا احساس میکردیم که اگر ما با اونا خود جورنالیست معرفی بکنیم، نشه که ما را مثلا آزار اذیت بکنن، نشه که مثلا ما را لعنت و کوب بکنن. با بسیار ترس، با بسیار مشکلات، با بسیار البته صد دل یک دل کردیم و اولین گزارش را ما نشر کردیم از وضعیت مردم و وضعیت طالبان در کابل. شما دوستا تصویر را ببینین تا به یاد شما بیاید و ما هم با شما هستیم. بعد از نشر گزارشی که ما از کابل داشتیم، از حوزه امنیتی پنجم داشتیم، بعد از این دو صبح ما متوجه شدیم که مردم زیادی هستن، افغانهای زیادی هستن که اونا میخواین وضعیت مردم را دوباره ببینن و همیشه برای ما مسیج میکردن، همیشه برای ما کامنت میکردن که لطفاً برنامه هایتان بیشتر و بیشترتر نشر بکنین، ما خیلی نگران وضعیت هستیم. این کار باعث شد دوستا که ما فعالیت های خود را بیشتر و بیشترتر بسازیم و ما حتی روزهایی شد که در روز دو برنامه هم نشر میکردیم تا اینکه دل مردم جمع باشد، تا اینکه مردم آگاه باشن از وضعیت افغانستان، از وضعیت کابل. و شما دوستان شاید هستین که ما به خانه های سیاستمداران هم رفتیم، ولی روی یک هدف، روی یک تارگت که ما داشتیم اونجا رفتیم. هدف ما خب دوستان صحبت ها، البته گپ های نشر شد در فیسبوک ها که خانه مارشال دوستان را طالب ها چور کردن و هیچ چیز در خانه اش نمانده، همه چیز دزدی کردن، هیچ چیز نمانده و بعض ها میگه خانه اش با آتش زدن. ما این را مسئولیت خود دانستیم که یک بار بریم بپرسیم که طالب ها از خانه های سیاستمداران چگونه محافظت کردن. آقای مارشال دوستم یکی از رهبران بزرگ افغانستان است، مارشال افغانستان است که تمام مردم افغانستان اونا را دوست دارن، برشون احترام دارن. ما هم از جمله کسایی بودیم که آقای مارشال خیلی دوست داشتیم، ولی ما وقتی که به خانه آقای مارشال رفتم فقط به خاطر اینکه نشان بدم که شایعات چقدر حقیقت داره، چقدر دروغ است. و دومی که مثلا امارات اسلامی همیشه میگفت ما مسئولیت خود میدانیم که از خانه دولت مردان و سیاستمداران محافظت بکنیم. و شما عزیزان دیدین که ما به جاهای البته در
بعض اتاق ها هم رفتیم، بعض جایی که مهم بود در اونجا رفتیم و دیدیم که نه چیز دزدی شده بود، نه چیز آتش زده شده بود و نه چیز از جایش بیجا شده بود. که این کار ما دوستا البته بسیاری مردم حمایت کردن و بسیاری مردم هم انتقاد کردن، گفتن که چرا شما حریم خصوصی یک شخص را نشان بدید. ولی ما فقط روی یک هدف اونجا رفته بودیم عزیزان. حالا یک تصویر کوتاه داریم دوستان، شما برین برنامه رو ببینین و با ما باشین عزیزان. اینجا خانه مارشال دوستم است و این قسمت دوستان جایی بود که قبلا بادیگارداش بودن. گالری از عکس‌هایی است که مارشال دوستم هست همراه پسرشان مارشال دوستم، همراه دکتر عبدالله عبدالله. آیا مجاهدین از این اتاق‌های شخصی استفاده میکنن؟ نه، مجاهدین از این اتاق‌های شخصی استفاده نمیکنن، چون که عرف ما دوستا از آمدن در خانه مارشال دوستم همی است که با شما عزیزان نشان بدیم که هیچ چیز بی جا نشده. و بعض کسا اینجا معمولا برای آب بازی می اومدن و معلوم میشه اگر وضع که بسیار خوبش است اینجا قبلا اینجا حدودا 12 رو شد که ما اومدیم، 12 رو شد همینجا است. بله، و امنیت مکمل همی ساحه و همی قسمت مربوط شما میشه. و در اینجا خانه معاون اول ریاست جمهوری که آلا ادا داره رئیس جمهور است، همراه الله صالح، میخواییم داخل کوچه شویم. تاست اطمینان در که وجود اکور دیر منظم تو که مونگ ساته لیده او این شلط مشکل بنه یورته. دوستایی قسمت خانه بوده که قبلا گاردهای امرالا صالح در اینجا بوده و همچنان میگن که دامادشان در اینجا بوده. آره. خب و اینجا معلوم میشه که به هیچ چیز آسیب نرساندن و همه چیز فعلا که خوب معلوم میشه. ای از خود بادیگاردای امرالله صالح بوده. آه. وقتی که رفتن همه چیزها را اینجا اعلام کردن که شما میبینین این قسم واسکت های نظامی هست و بوتا هست. سی حقا دی هر شهر حقا دولتی وی که حقا شخصی وی دی حقوق خدمت کدی، دی وطن پر خدمت کدی، دی خلق و دی ناموس پر خدمت کدی. بعد از اینکه دوستا ما از خانه مارشال دوستم گزارش داشتیم، بعد از او رفتیم به خانه دکتر محمد اشرف غنی و بعد از او هم به خانه جناب امرالله صالح که ما فقط خواستیم نشان بدیم که خانه های از اونها چگونه محافظت شده یا خیر، یا طالب ها از اونجا چگونه حفاظت کردن نکردن. و شما دوستان هم شاهد هستن که ما فقط به خانه صالح امرالله صالح وقتی که ما رفتیم دوستان شما دیدن که دروازه های خانه از او بسته بود، فقط اتاق بادیگارد های از او باز بود و مو کوچه که مکمل سنگ داشت، یعنی سنگ ها زیاد بود، سنگ ها را کمتر ساخته بودند امارات اسلامی. و ما وقتی که دیدیم که او را فقط در اتاق یا در خانه بادیگارد ها هستند ولی در خانه خود آقای صالح نشده بودند، ما سوالات را هم که کردیم اونا جواب بر ما دادن که شما ایزا ویدیو را دیدین شاید بیاد داشته باشین. ولی بعدها ما متوجه شدیم که یعنی خود آقای صالح هم با این کار ما البته نظر منفی داشتن. اونا هم یک پست در صفحه فیسبوک خود گذاشتن که ما در طول قدر وقتی که در نظام بودیم هیچگاه به خانه کس داخل نشدیم و هیچ جورنالیست را حق ندادیم تا از خانه از اونا تصویر داشته باشن. ولی چرا طالبان، من خلاصه هم مصوبت هایشان بر شما دوستان میگم، یعنی چرا طالب ها اجازه دادن که بعض جورنالیست ها یا بعضی کسات چرا به خانه سیاستمدارها برن و از اونجا تصویر داشته باشن. ما میخوایم یک جواب داشته باشم بتون به آقای امرالله صالح، ای که آقای صالح وقتی که با خواستیم از خانه شما گزارش داشته باشیم، هدف ما فقط همی بود که شما مثلا یکی از مهمترین اشخاص حکومت بودین در زمان حکومت افغانستان و از جمله کسایی بودین که همیشه فرمان جنگ میدادین با طالب ها، یعنی میشه گفت که کسی بودن که اگر طالب ها شما را دشمن هم بگوین همونطور هم بود، بخاطر از اینکه سالها جنگ کردن و همیشه فرمان جنگ هم شما میدادن و از جمله کسایی بودن که شخص مهم کشور بودن. ما وقتی خواستیم به خانه شما بیایم فقط به خاطر اینکه مثلا طالب ها زیادتر وقت جنگ کردن با شما یا شما فرمان جنگ دادن، اونا از خانه شما چگونه محافظت کردن؟ آیا خانه شما هم دزدی شد مثل سایر خانه های سیاستمداران دیگر؟ یا آیا خانه شما هم با آتش کشیده شد یا خیر؟ ما دیدیم که مثلا دروازه های شما بسته بود و من مشخص هم نشان دادم دوستا دروازه بسته است، دروازه زرهی است، هیچ کس داخل نشده، فقط اتاقی که مربوط بادیگارد ها یا خانه که مربوط بادیگارد ها میشه فقط اونجا باز است. و من آرزو دارم که از این کار ما آقای امرالله صالح خفه نشده باشه
و خواهش دارم که هدف برنامه ما را گرفته باشند. و ما واقعا که ما همیشه دوستان خواستیم که در خدمت مردم باشیم، هیچگاه نخواستیم یک رهبر، یک سیاستمدار یا یک بزرگ را ما بر از اونا، یعنی یک کار بکنیم که اونا پیش دیگرها کم بیان یا با شخصیت از اونا لکمه وارد بکنیم، اصلا یک موضوعی نبوده. و بعد دوستان ما متوجه شدیم که تعداد زیادتر از هموطنهای ما از کار ما حمایت کردن. ما رفتیم به خانه دکتر محمد اشرف غنی، به خانه حنیف حتمر و همچنان ما به خانه های دیگر رهبرها هم میرفتیم. جا داره که این موضوع را اهمیال همینجا بگویم دوستان. ما رفتیم به خانه حمدالله محب، معصوم استانگزی و همچنان شخصیت های دیگه که در نظام بودن. به خانه اونها رفتیم در سایه ششدرک. بر ما اجازه تصویربرداری داده نشد. بر ما گفتند که شما حق ندارید از این ساعت تصویربرداری بکنید. در اونجا خانه های بسیار زیادی از سیاستمدارها بودن. اسدالله خالد، رحمت الله نبیل، تعداد زیادتر از هموطنهای ما یا تعداد زیادتر از رهبرها و بزرگهایی که قبلا در نظام بودن، خانه هاشون اونجا بود. بر ما تصویربرداری اجازه داده نشد. گفتن این ساعت سایه مهم است، سایه استخباراتی است و اینجا با شما تصویر نگیریم. و بعض سوالات هم در ذهن مردم البته جمع شده بود که فیصل میخواد شخصیت های تاجک را، ازبک را، ازاره را تخریب بکنه، ولی با مردم پشتون کار نداره یا با مردم هزاره کار نداره، با ازبک کار نداره. نخیر دوست عزیز، فقط هدف ما از برنامه هایی که داشتیم فقط همین ها بوده و ای که بعض جای برای ما اجازه داده شده ما تصویر داشتیم کار کردیم و ای که اجازه داده نشده این سوال است که باید از طالب ها پرسیده شود که چرا برای از ما اجازه داده نشده. آرزو دارم که این مسئله حل شده باشه. و عزیزم، خب دوستان عزیز، بعد از اینکه امریکایی ها افغانستان را ترک کردن، او شب را هم تمام افغان ها بیاد دارن که صداهای کلنشینکوف و پیکه و البته تمام اسلحه هایی که مانده بود در افغانستان تمام شب طالب ها همو شب استفاده کردن و اونا گفتن که ما آسمان را یعنی فایرهای هوایی کردیم و با آسمان فایر کردیم به خاطر خوشی از این که امریکایی ها از افغانستان رفتن و اشغال ختم شد یا ما فتح بزرگ را نصیب شدیم، که بعضی از هموطنان ما مخالف این مسئله بودند، میگفتن این نه اشغال ختم شده و نه فتح اینا گرفتن، که این مسئله را مسئله مردم هست، من نمیخوام روی ازو موضوع صحبت بکنم. بعد از اینکه دو ساب امریکایی ها رفتن از میدان هوایی با کوشش های خیلی زیاد ما تانستیم که داخل میدان هوایی شویم و ما گزارش هم از اونجا داشتیم که یعنی خیانت میشه گفت یا جنایت بزرگ را که امریکایی ها در اونجا انجام دادن که ما همه اونا را به تصویر کشیدیم و بعضی کسا میفتن که نخیلی کارها را طالب ها کردن، ولی ما قراره که پرسیدیم طالب ها که در اونجا بودن میگفتن که ما پیش از اینکه داخل شویم این وضعیت همین قسم بود و آخرین تیاره امریکا که رفتن اونا در مو چند ساعتی که وقت داشتن شما ایزا دیدن که تمام موترهای نظامی، تمام موترها، تمام وسایلها و همچنان تمام سلاحایی که در اونجا بود همش از بین برده بودن، که ما تصویر داریم دوستان، شما برین تصویر رو ببینید. داخل فرودگاه میدان که اینا را مردم برش خساره رسانده، مردمی که میخواستن برن طرف خارج. بعد از اینکه امریکایی ها از افغانستان رفتن، پایگاه ها و همچنان وسایل زیاده از اونها در کابل ماند، مثلا بکرام، مثلا کمپ انکیسی، مثلا کمپ فنکس و به این شکل
گرین ویلج و اینجا جاهایی بود که آمریکایی ها قبلا در اونجا بودن، از اونجا استفاده میکردن، وسایل های خیلی قیمتی، موترهای خیلی قیمتی از اونا در اونجا مان. ما خیلی کوشش کردیم دوستان به بکرام بریم، نتونستیم به بکرام بریم یا از اونجا گزارش داشته باشیم. خیلی کوشش کردیم، خیلی زحمت کشیدیم، ولی قادر به این نشدیم که داخل بکرام هم شویم. بکم هایی که در کابل بود دوستان ما رفتیم و دیدیم که امارت اسلامی در اونجا هست، از اونجا محافظت میکنن و اونا میگفتن که اینجا چون مال اگر امریکا هم جور کردن مربوط دولت میشه، مال بیت المال است و ما وظیفه امارت اسلامی همی است که از مال بیت المال حفاظت بکنن. و بعد از این دوستان فعالیت های هم از طالب ها دیده شد، فعالیت هایی که ما خود ما متوجه شدیم این که امنیت خیلی خوب شد در اوایل، امنیت خیلی خوب بود تا چند وقت، مردم خیلی آرام بودن، دزدی نبود، قتل نبود، اختطاف نبود. و بعد اولین انفجاری که در وقت طالب ها شد، انفجار بود در میدان هوایی که همه شما دوستا بیاد دارین و ما هم تصویر داریم، شما ایزا میتونین ببینید. خانوی عزیز، قسمی که شما دیروز خبر داشتین، دیروز یک انتحاری صورت گرفت و در کل مردم در اینجا آمدن تا جسدها را شناسایی بکنن و او قسمت جسدهایی است دوستا که پایشان از دستشان نیست، اگر دستشان از پایشان نیست، قسمت های توته توته از بدن است. خداوند، خداوند شما را در غضب گرفتار کنه. خدا دیگه چیزی نمیگم. هر کدامش با مو خدا قسم است که 20 روپه، 20 روپه در جیبش، کسی 100 روپه در جیبش، کسی 50 روپه در جیبش. بعد از اینکه طالب ها شروع به کار کردن، اوزه های امنیتی پلیس را گرفتن، جاهایی که مهم بود همش را گرفتن و در قل اردوها، در کمپ ها، در قطعات خاصی که قبلا در حکومت بود، تمام جاها را گرفتن و از موترها، سلاحها و همه چیزهایی که در اونجا بود اونا میگفتن که ما محافظت میکنیم. و همچنان شما دوستا بیاد دارین که ما به بسیار جاهای مهم نظامی رفتیم، به بسیار جاهایی رفتیم که قبلا به کسی اجازه دادن نمیشد، ولی ما روی یک هدف رفتیم. ما که دوستا همیشه هم را با طالب ها گزارش دارم، فقط هدف ما همیست که سوالات مردم را بپرسم و چیزهایی که مربوط دولت ما میشد، مربوط حکومت ما میشد یا مربوط همین کشور هست، مثلا سلاح ها، موتر ها یا تمام وسایل که مربوط بیت المال است، من میخواستم فقط امیر نشان بدم که آیا اونا واقعا حفاظت کردن یا خیر. و شما ایزا هم بیاد دارین که ما به بسیار جاها رفتیم، به پارلمان رفتیم، به ولسی جرگه رفتیم، به قل اردوها رفتیم، به کمپ های نظامی امریکایی ها رفتیم که اونجا سلاح هایشون بود، در اونجا موتر هایشون بود، در اونجا وسایل قیمتی بود. و طالب ها هم میگفتن که ما از اونجا محافظت کردیم و همچنان ما مال بیت المال حفظ کردیم. ما دوستا ویدیوی کوتاهی داریم، شما ایزا ببینین و برمیگردیم. تبدیل شدن شهر کابل به کهنه فروشی. شما ایزا بیاد دارین وقتی که هرج و مرج زیاد شد به کابل و همگی فکر میکردن که اگر ما بل برق هم داشته باشیم ما را به امریکا میبرن. خب این بعضی کسایی که چانسی رفتن، بعضی کسایی که یک فرصت پیدا شد یا
اشتباهاً به اونا اجازه داده شد اونا رفتن، مردم دیگه هم احساس میکردن که ما هم میتونیم بریم. و زیادتر مردم در فکر فروختن وسایل خانه هایشان شدن، در فکر البته وسایلی که البته سالهای سال پول جمع آوری کردن و وسایل خریدن، و به خاطر از اینکه دوستا یک حالت ناباوری آمده بود، مردم هیچ احساس نمیکرد که با آمدن طالبها ما بتونیم دیگر زندگی بکنیم، ما بتونیم آزاد بگردیم، ما بتونیم یعنی خوب باشیم. همه مردم فکر میکرد که حالا طالبها آمد دیگر زندگی خلاص شد در کابل. همه گی فکر میکرد که با آمدن طالبها دیگر ما نمیتونیم زنده بمانیم، و همه گی در فکر فرار شد. اون روزها را دوستا ما بیاد دارم که چوک کابل، دان چمن و همچنان تایمنی و قسمت های دیگه شهر کابل تبدیل شده بود به کهنه فروشی. هر کس وسایل را میارد میفروخ که اگر طرف امو یعنی جنس میدیدی با او قیمتی که او میفروخت اصلا خیلی تفاوت داشت. و ما هم دوستا گزارش های داشتیم و مردم هم در فکر فرار بودن، و ما زیادتر فامیلایی را که در اونجا می آمدن میفتن ما خودمون میریم به خارج از کشور، اینمی وسایل که ما قبلا همه از اینا را تا 7 لک 8 لک افغانی خریده بودیم، حالا آمدیم در 30,000 40,000 50,000 افغانی اینا را میفروشیم تا یک چند سبا ما بتونیم نان بخوریم و بعد از او بریم به کشور خارجی. حالا ما دوستا ویدیوی کوتاهی داریم، شما میتونید ببینید. و مردم اینقدر مجبور است که وسایل خانه خود آمده بفروشه، و قسمی که برادرها هم میگن این مردم که وسایل خود هم میفروشه به خاطر میفروشن یا به طرف ایران میرن یا به طرف پاکستان. حالا مردم دیگه بیکاری روزگاری است، کار و بار نیست دیگه، بکل مردم بیکار هستند دیگه، مردم ایران مونده چی کنه؟ بعضی که ساعت و تلفون های کنه خودم آورده به خاطر فروختن، و امید به میدارن که همین وسایل فروخته شد تا یک لخمنان و فامیل خود بمرن. وسایل خانه خود اگر چیز نو از کنه است کشیدن که بفروشن. همراه کسایی که خرید و فروش اینجا میکنن همراهشون صحبت میکنیم. کلشون رفته خارج دیگه، میگه اجناس و وسایل خانه خود به نسبه میگه سودا میکنه، کلشون رفته میگه فقط شنیده که خارج میره خلاص. بعد از اینکه طالب ها در کابل بودن دوستا، شما خوب بیاد دارین که جنگ شدید بین جبهه مقاومت ملی و همچنان بین نیروهای امارت اسلامی در پنجشیر بود، و این جنگ ها اول خیلی البته کوچک بود و آستاستا خیلی بزرگ شد، حتی به اندازه بزرگ شد که جبهه مقاومت ادعا داشت که ما به هزارها نیروی امارت اسلامی را از بین بردیم، و از یک طرف امارت اسلامی میگفت که نخیر، ما تعداد زیادتر از کسایی که حمایت از جبهه مقاومت میکنن یا با جبهه مقاومت است ما اونا را از بین بردیم. ادعاها زیاد بود و شایعات هم زیاد بود، بسیاری از کسا میگفتن که پنجشیر سقوط کرد، بسیاری از کسا میگفتن که نخیر فعلا هم در پنجشیر جنگ است، فعلا هم جبهه مقاومت است، فعلا هم عملیات ها صورت میگیره بالای طالب ها. و اون روزها را فکر کنم شما دوستا به یاد دارین که جنگ خیلی شدید در پنجشیر صورت گرفت. جنگ خیلی شدید صورت گرفت که تعداد زیادتر از نیروهای امارت اسلامی و گفته جبهه مقاومت کشته شد، و ویدیوهای هم نشر میشد در صفحات مجازی که جنگ خیلی شدید بین جبهه مقاومت و طالبان یا نیروی امارت اسلامی جریان دارد. ما به خاطر حل این مشکل، ما به خاطر از اینکه حقیقت ها را نشان بدیم و حقیقت ها را برای مردم بیان بکنیم، رفتیم به پنجشیر. وقتی که ما به پنجشیر از قسمت های گلبار میخواستیم داخل پنجشیر شویم تا گزارش از پنجشیر داشته باشیم، و ما تصویربرداری از منطقه البته از پروان شروع کردیم، از کابل شروع کردیم، رفتیم به پروان، از پروان گزارش گرفته رفتیم به گلبهار و خواستیم که داخل پنجشیر شویم. تا نزدیک های پنجشیر هم شده بودیم دوستا که ما را موتر ما توسط نیروهای امارت اسلامی استاد شد و بر ما گفته شد که شما میخواین کجا برین. ما گفتیم میخواییم پنجشیر بریم، میخواییم گزارش داشته باشیم. اونا بر ما گفتن که نخیر، فعلا وضعیت پنجشیر خیلی ناامنی است، فعلا هر لحظه امکان جنگ است، ما بر شما اجازه نمیدیم. و بعد اونا فهمیده بودن که ما تصاویر داشتیم، یعنی به شکل پنهانی تصاویرهای داشتیم از پنجشیر یا پت فیلم برداری کرده بودیم. اونا بر ما گفتن که ما این تصاویر را پاک میکنیم، و بعد اونها تمام تصاویری که ما از پنجشیر داشتیم امر لحظه را پاک کردن، موترها و تمام چیزهایی که از بین رفته ما تمام اونها گزارش داشتیم. فقط در قسمت گلبهار که رسیدیم ویدیوهای ما دیده شد و تمام گزارش را که ما از پنجشیر داشتیم تمام گزارش های تو ما پاک شد، که البته دوستا ما تصویر داریم، شما دوستا ببینید.
پنشیر رفتیم و تا قسمت هایی که بر ما اجازه داده شد گزارش مکمل از پنشیر داشتیم که شما ایزا هم او برنامه های ما را دیدین. و بعد از این دوستان حالا میایم روی موضوعی که وقتی که طالب ها آمدن اونا موسیقی را حرام خوندن و گفتن که هیچ کس حق ندارد دیگر موسیقی بشنوه، موسیقی بنوازه یا موسیقی هنرمندایی که قبلا بودن موسیقی بخونه. زیادتر کسایی که با مردم در فکر فرار بودن زیادتر از اونها هم هنرمندها بودن یا کسایی بودن که موسیقی می نواختن. اونها هم به آینده افغانستان ناباور شدن و فکر میکردن که هر لحظه جان از اونها هم در خطر است و امکان تهدید برشان زیادتر میره و تصاویر هم نشر میشد دوستا در صفحات مجازی که نیروهای امارات اسلامی به بعض اکادمی های موسیقی حمله کردن و بسیاری از وسایلی که در اونجا بود اونا را از بین برده بودن و ما به خاطر از اینکه همین موضوع را ببینیم واقعا چقدر حقیقت داره یا چقدر دروغ هست رفتیم به یکی از اکادمی های موسیقی در کابل که تصویرش از شما دوستا ببینیم. اینجا لیسی میوزیک شهر کابل است، جایی که در اینجا محصلین یا متعلمین زیاد مصروف آموختن درس های موسیقی بودن. آیا موسیقی حرام است؟ بالکل در اسلام به نظر اشتراط که موسیقی حرام ده. در حالی که نیست، موسیقی هنر فهم زندگی است، کلید فهم زندگی است. ای کاش که مردم بفهمند و قدر زیره بدانند و بیاین در خدمتش خدا قرار بده. موسیقی طفل است، طفل هر قسم که بخوایی پرورش بدی پرورش بفهم. همچنان دختر خانم ها بودن در اینجا، هم پسرها بودن و با آمدن امارات اسلامی اونا از درسایشان ماندن و قسمی که مولای صاحب گفته که ما فقط منتظر مشرای خود هستیم، اگر اونا اجازه بدن اونا میتونن پس هر درسای خود بیان، اگر ندادن ندادن. و مولای صاحب یک عکس در فیسبوک نشر شده بود که بعضی چیزا شکسته بود، اون کجا هست؟ هر چی سر جایش است و طبله ها و همچنان وسایل موسیقی را که دوستان شما میبینین همه چی سر جایش است و در این اتاق اینه خوشبختانه ما تونستیم داخل شویم. بعد از اینکه طالب ها آمدن و قطعات از اینا تشکیل شد، قطعات امنیت از اینا تشکیل شد، قطعات پلیس از اینا تشکیل شد و مشکل بزرگی که البته ساخته شد برای ژورنالیست ها ساخته شد. یعنی ژورنالیست هایی که در کابل کار میکردن چی اگر داخلی بودن چی اگر خارجی بودن، اینا باید بساط ها منتظر میششتن تا وقت ملاقات با ذبیح الله مجاهد را پیدا میکردن یا آقای مجاهد را از نزدیک میدیدن. اگر آقای مجاهد را هم از نزدیک نمیدیدن باید سکرتش را میدیدن تا بر از اونا اجازه کار یا اجازه فعالیت داده میشد. ما فقط دوستا یک ورق داشتیم که در اون ورق نوشته شده بود که اینا حق فعالیت دارن و آزار اذیت اینا باید نشن و این ورق نه تنها دوستا برای ما بلکه به تمام خبرنگارهای خارجی هم داده شده بود، یک مکتوب بر ما داده شده بود. و این مسئله دوستا اینقدر مسئله بود که بعض وقتا هم اون مکتوب هم قابل قبول نبود برای بعض از نیروهای امارت اسلامی. وقتی که ما میگفتیم ما مکتوب داریم میفتن که ما اصلا بر ما این قابل قبول نیست، این تاریخش اشتباهه و بعض مشکلاتی که داشت مکتوب اونا قبول نمیکردن. و بعد شما دوستا بیا دارن تظاهرات های خیلی زیاد در کابل صورت گرفت و تعداد زیادتر از ژورنالیست ها هم لت و کوب شدن توسط طالب ها امارت اسلامی و آقای مجاهد هم آمد گفت که هر تظاهراتی که بدون از اینکه دولت خبر باشه اگر در افغانستان صورت میگیره او تظاهرات قابل قبول نیست و ما واکنش خود را نشان میدیم. مشکلات زیاد فعلا دوستا همی است که ژورنالیست هایی که فعلا در کابل مصروف کار هستن اونا اگر میخواین از جای اطلاعات بگیرن برای اونا اطلاعات درست داده نمیشه یا اگر داده هم میشه باید خیلی منتظر بمانن. یعنی مشکلات برای ژورنالیست ها خیلی زیاد است و من از شما ایزا خواهش میکنم که عزیزا و ژورنالیست هایی که فعلا در افغانستان کار دارن فعالیت دارن از اونا حمایت بکنید. نه این که اونا را مثلا برشان چیزهای منفی بگوین، نه این که برای اونا فاش بتن و اونا را خائن بگوین. اونا کار خود را انجام میتن، فقط شما دوستا از شما حمایت شما را میخوایم. ما ژورنالیست هایی که فعلا هستیم مثلا نمیخوایم خود را ژورنالیست بگویم. من خیلی چیزهایی است که باید خودم یاد بگیرم و عزیزایی که فعلا کار میکنن یا ژورنالیست های محترمی که فعلا در افغانستان فعالیت دارن اونا باور بکنین که در فعلا در یک شرایط خیلی سخت با شما دوستا گزارش تهیه میکنن در حالت خیلی سخت و از شما ایزا هم میخواییم که همیشه ما را حمایت بکنین تا ما بتانیم به شما ایزا بهترین ها را تقدیم بکنیم. دوستان عزیز چون وقت شما دوستان را زیادتر نگیرم
ما فقط خواستیم مرور به کارهای گذشته خود داشته باشیم و همچنان سوالات را که بعض از عزیزا پرسیده بودن اونا را جواب بدیم و تمام کارها که ما کردیم و طالبها کردن در مورد از موضوع صحبت کنم. یکانه موضوعی را که خیلی مهم است که باید در اخیر بگویم، افغانستان در یک وضعیت خیلی حساس قرار داره. اینجا ما در یک وضعیت هستیم که پولها توسط کشورهای خارجی بند است، در افغانستان پول نیست، در افغانستان موسسات خارجی که قبلا کار میکردن یا کمک‌های جهانی و کمک‌هایی که توسط جهانیان صورت می‌گرفت به مردم افغانستان، حالا تمام کمک‌ها بند است دوستان. و ما قبلا معلمی که 7000 یا 10000 ماش داشت، او معلم حالا 3 ماهی است که ماش نداره. و شما دوستان فکر بکنید، به می شکل اردوی ملی که ما داشتیم تقریبا در حدود، شاید من تخمینی میگم، شاید 3 لک یا 4 لک یا کمتر از او اگر اردوی ما داشتیم، حالا ما 3 لک نفر بیکار داریم. و این 3 لک نفر اگر ما فرض بکنیم ضرب 3 نفر بزنیم، زیادتر هم نه، اگر هر کدام از اون 3 نفر فامیل در فامیلشان داشته باشه، اینو شما محاسبه کنین که چقدر نفر در افغانستان گشنه است، چقدر نفر در افغانستان نان خوردن نداره. و ما همراه با تیم ما اقدام به این کردیم که هموطنان ما که در خارج از کشور هستن زندگی نسبتا خوبتر دارن، کمک جمع‌آوری بکنیم و به فامیل هایی که نیازمند هستن، برای کسایی که ماش نگرفتن و برای فامیل هایی که کارگر و نانآور ندارن، بعد از او دوستا کمک بکنیم. که خوشبختانه تعداد زیادتر از هموطنان ما که جا دارم همینجا تشکری بکنم از تک تک از او دوستایی که کمک کردن برای هموطنان ما، یعنی حصه از نان خود، حصه از فامیل خود را اونا قطع کردن، روان کردن به فامیل های افغان ما. ما واقعا از اونا سپاسگزار هستم، واقعا خیلی ازشان خوش هستم. و شما هم دوستا شاهد هستین که ما فامیل های زیادی را کمک کردیم که ما تصاویر هم داریم، شما ایزا ببینین. مالش محترم، ما 40000 افغانی آوردیم که 30000 افغانی را به شما میتیم و برای هر هموطن ما که در روی جاده کار میکنن، میخویم شما برای اونا پول کمک بکنین و همچنان برای اونا از درباره حکومت بگین که حکومت به خیر جور میشه و اونا را اطمینان بدین و پیامایی که اونا به شما میتن، شما این پیاما را به کلانهای امارت اسلامی برسونید. کار عزیز، برای ما چند روپی پول کمک شده، ما 3000 افغانی برای شما میتیم، همون پول استفاده کنید، باز خداوند مهربان است انشاءالله. خدا مهربان، تشکر. همون صاحب محترم، همون پولی که هست به برادر خواهر ما برتین که همون یک از مشکلات شان حل شد. بخیر، مهاجر هستین؟ ها. چه وقت میشه مهاجر شدین؟ خیلی وقت میشه که آمادیم. فامیل کجاست؟ طفلا کجاست؟ فامیل نداریم، سر سرک هستیم، سونو کردی نو هستیم بچه. خب اینجا فعلا آمدین به خاطر کار کردن؟ خیر میر جمع میکنم، کار کردن کجاست؟ اجی کاکا چند غریبی میکنین؟ دارا به غریبی نکدیم ساز امروز، دارا پا روزانه پیش از امروز چقدر غریبی میکدیم؟ از لحاظی هم نه چطور هستی؟ خوش هستی؟ خوش هستم انشاءالله. سابق تشکر خدا اجرش بیده از حابش پیش خداوندی عالم بشد مفهم داده اشتی خدا منده. یعنی میم سبار میم چاشت مرا مولوی صاحب میتیمونی مرنانده گوشنا اتشنا دوشا و روز گوشنا بدیده بروی کچه بودی. و دوستا یک نقطه دیگر هم فراموش نکنم، ما بعد از این خواستیم که کمک هایی که از طرف افغان های ما صورت میگیره، ما همراه با امارت اسلامی کمک ها را برای مردم بدیم. که بعض دوستا همین موضوع را منفی فکر کرده بودن و فکر میکردن که فیصل بازم میخواهد طالب ها را خوب نشان بده. نه خیر، ببینید هدف ما از برنامه ما چی است. ما میخوایم این موضوع را بگیم بعد خدافیزی بکنیم. ما که با آمرین حوزه یا با آمرین کنترل صحوی که در حوزه ها هستن یا با کلان های امارت اسلامی وقتی که میریم به مردم کمک میکنیم، هدف ما فقط همی است که امارت اسلامی هم متوجه شود که مردم در چی حالت است. یک مسئله. مسئله بعدی که حکومت بفهمه که مردمش در چی وضعیت هستند، کاروبار چه رقم است، مردم نان دارن ندارن. مسئله دوم. و مسئله دوم وقتی که اینا مثلا با مردم رویه میکنن، چون ما دوستان خیلی کسایی را میشناسم تا هنوز هم ترس دارن، تا هنوز هم میترسن که طالب ها چگونه هستند، طالب ها چگونه رویه میکنن. وقتی که اینا با مردم صحبت میکنن، وقتی که اینا با مردم یعنی استفاده میشن و گپ میزنن، من مطمئن هستم که با این کارشان یک کس دیگه که از طالب ها یا نیروی امارت اسلامی میترسن، اونا ترسشان از حکومت کم میشه. اونا میفهمن که همین حکومت هم اگر هرچی هست از مردم ما هست، آمدن فعلا حکومت را گرفتن. و ما خواستیم فقط دوستا رابطه مردم خوب بسازیم، یعنی که مردم با حکومت را ببینن، حکومت مردم را ببینن و به می رقم رابطه های از اینا نزدیک و نزدیک تر شوند، تا ای که
ترس وجود نداشته باشه و ما خواستیم که از همین طریق کمک ها را برای مردم برسانیم و بعض عزیزا فکر کرده بودن فیصل میخواد طالب ها را بازم خوب نشان بده. نه خیر دوستان، ما نمیخوایم کسی را خوب نشان بدم، ما فقط به خاطر از اینکه دولت وضعیت مردم را ببینه با دولت مردا یا با کسایی که در امارت اسلامی هستن با اونها یک جای میشم و کمک های شما عزیزا را به مردم میرسونم. خب عزیزای دل، ما 100 روز گذشته را خواستیم در چند لحظه که با شما دوستا هستیم در موردش صحبت بکنیم و بعض سوء تفاهمی که بین مردم و ما پیدا شده بود اما مسئله را هم حل کردیم و آرزو دارم که از برنامه که امروز با شما دوستا تهیه کرده بودم خوشتون آمده باشه و تا دیدار بعد، تا برنامه بعد، الله یارا و مددگار شما.